واپسگیری زمین های غصبی کانال شهروان در شهر طالقان، کاری که حکومت محلی تخار بر اساس پیشنهادات مردم با جدیت آغاز کرده است. طالقانی ها هم از این برنامه حکومت استقبال نموده می گویند استرداد زمین های غصب شده در دو طرف کانال باعث جلوگیری از آلودگی و افزایش آب خواهد شد. 4 متر سرک خانه ما که رفته فدای سر مردم هم خواهش میکنیم که بیادر خی مردم هم کار باشه، استقبال میکنیم بیادر به خاطری که هم سرک ایجاد میشه هم یک فضای ساز به حریم دریا به وجود میاد. بسم الله که منزل مسکونیش را در بستر این کانال بنا کرده بود، حالا با دستان خودش دست به تخریب آن زده است. وی میگوید در زمان حکومت پیشین مسئولان شهرسازی و شاروالی طالقان هنگام بررسی پولش را گرفتند و او را از این موضوع آگاه نکردند. تو پول خدا بپرداز. خب بالاخره ما قنات از او را دادیم، پول کم و بیش را از ما گرفت. برای ما یک آگاهی نست نداد که ها برادر ایجا حریم دریاست، تو چرا در ایجا خانه جور کردی؟ تو ای را چرا خریدی؟ همزمان با این مسئولان تاکید میکنند که پروسه استرداد زمین های غصب شده در دو طرف کانال شهروان را به گونه جدی و بالای همه تطبیق می نمایند و تا کنون نزدیک به 3 کیلومتر حریم و بستر این کانال را آزاد ساختند. برای کس حق نیست که بستر کانال را غصب کنه و یا هم حریم یزیره. اما انشالله خواهش ما از کل قوم ها و مسلمان ها است که باید در این راستا همکاری کنند. به طور یکسان بدون تفکیک که واسطه، بدون تفکیک ثروتمند و غریب، بالای همه یکسان تطبیق میشه. گفتنی است کانال شهروان که 95 کیلومتر طول دارد از جمله منابع آبی مهم در تخار محسوب می شود و این کانال با انتقال 40 متر مکعب آب 85 هزار جریب زمین زراعتی را در این ولایت آبیاری می نماید. اما در چند سال اخیر حریم و بستر این کانال از سوی مردم غصب شده است.